در کیلومتر 7 جاده ایزه به شهر کرد، یعنی در شمال شرقی ایزه، کول فرح عبادتگاهی است برای نارسینا، یکی از ایزدان ایلامی. من هانی پسر تاهیهی حاکم آیاپیر هستم. من مجسمم را در اینجا برپا داشتم. در کولفره سنگ نگاره ایست مربوط به شاه هانی، حکمران مستقل آیاپیر، یکی از ایالت‌های مستقل ایلام در دوران شوتروک نهونته، پادشاه دوم ایلام در 2700 سال پیش از میلاد مسیح. در یکی از نگاره‌ها شاه هانی را می‌بینیم با کلاه گردی بر سر که در حال قربانی کردن است، با همراهانی در پشت سر و نوازندگانی در روبرو که در زیر آنها یک شکارچی و یک بز کوهی وجود دارد. پیش از این سه قوچ نیز قربانی شدند که سر آنها از تن جدا شده. نقش برجسته دیگر که بر روی قطعه سنگ مثلثی شکل نقر گردیده، باز هم صحنه قربانی کردن را نشان می‌دهد. اما در اینجا قربانی کردن گاو نه. این معروف‌ترین سنگ نگاره شاهانی است که دنیا ایزه را بدان می‌شناسد. نگاره ای چهار گوش به ارتفاع حدود 3 متر که چهار سوی آن نقش‌های دیده را می‌نوازد و عقل را می‌گدازد. این نقش حکایت یکی از ایزدان ایلامی است، ایستاده بر دوش چهار مرد که شاهانی با چاکران و ملازمان آن را دنبال می‌کند. ایزدی که دستان را به کمر زده و لباس بلندی بر تن دارد. در پشت مجسمه 67 نفر در 4 ردیف قرار دارند. 2 نفر اول در بالا که قدهای بلندتری دارند، افراد مهمتری هستند. در قسمت شرقی آن، صحنه قربانی کردن 36 غزال و 3 گاو بزرگ دیده می شود. برای دستیابی به قدرت ملکوتی راه دیگری هم وجود دارد و آن هم اوج گرفتن است و برافراشتن راهی برای نزول رحمت. این همان معبد اعلی است، همانند کوهی که از زمین به سوی آسمان ها سر می کشد. این یک زیگورات است، معبدی برای پرستش.